چطور رفقا؟ آخر خوش اومدیم به این ویدیو. اومدیم داخل این ویدیو بریم ببینیم چجور میتونیم از یک فرمول شبیه سازی بهتری بگیریم. تو کامنتو برام خیلی درخواست کردن ما اومدیم این ویدیو بسازیم. حتما تا آخر ویدیو نکنم تو رو چنل سابسکرایب کنم، یعنی چنل سابسکرایب کنم، ویدیو لایک کنم، زنگ رو روشن بزنید. خب ما وارد ستینگز میشیم. اینجا چند تا گزینه هست که کنترلز و ادوانسد کنترلز، و ما اینجا قسمت کنترل فقط میتونیم این قسمت که ما کنترل هیچی، قسمت بعدی ما شبیه سازه. اینجا میتونیم بگیم که با چه دکمه‌ای مثلا چه کارهایی انجام بده و از اینجور داستانا. اینا به صورت فابریک باشه خیلی بهتره و شما اکثر موقع نمیتونین جابجا کنین، و وقتی میخواین جابجا کنین بعد از صفر تا صد جابجا کنین، یعنی اینطور نیست که بتونین یک دکمهش جابجا کنین. با این قسمت های کار نداریم، میخوام بریم ببینیم چجوری میتونیم شبیه سازی بهتر بگیریم. میریم تو ادوانسد کنترل. اینجا به این قسمتی داریم ویبرس. اگه ما این ویبرر آن کنیم، برای مثال الان مثلا آنش کردم، بریم یه تست بگیریم. خب الان ویبرش آنه، من گازشو که بگیرم شاید شما نتونیم متوجه بشیم، ولی زیر دست من داره از میشه، ماشین لرز میگیره. این ویبره که موقع ترمز گرفتن این کار انجام میشه و لرزش آنچنان زیاد نیست و توی دستتون مشخص میشه. الان اصلا من دارم حسش میکنم تو دستم، ولی شاید تو دوربین نیفته. گزینه بعدی ترجیح بدم خاموش باشه، و بعدی استریمینگ. این درجه و اعداد و دقیقا عین من تنظیم کنید تا اینجا و هیچ کدومش دستی نزنید. قسمت کلاژش هم فابریک بزن باشه، چون که وقتی به این قسمت کلاژ هم دست بزنی، این بعضی موقع میبینیم مثلا کلاژ کامل داریم ولی ماشین راه میفته، یا بعضی موقع کلاژ ول میکنیم ولی هنوز صفحه کلاژ درگیره. به خاطر همین این قسمت کلاژ دست نزنید، ولی قسمت ترمز رو اگه دوست داشتین حتما دست بزنید، چون واقعا ترمز سفته به خاطر اینکه شبیه سازی بهتر بشه. و وقتی هم که ترمز سفته بعد شما تا ته بگین که میخشه، ولی من با این تنظیمات عددی که گذاشتم رفتم دونه دونه تست کردم بین کدوم حالت بهتره و اینا، حتما حتما بالایی رو رو 15 و پایینی رو 80 بزنید. از رو 100 بیارین رو 80 و از رو 10 ببرین رو 15، این بهترینشه. فورس فیدبک، فورس فیدبک این مربوط میشه به جریان بک دادن فرمونتون. الان من اینو بیارمش رو صفر، بریم تست بکنم ببینیم چیکار میشه. ببینید الان رو صفره، اصلا فرمون انگار نه انگار وله دیگه. ناکه الان تغییر نمیکنه، قبلا فرمون باز میشد ولی الان دیگه فرمون تغییر نمیکنه. این واقعا چیز اصلا خورد کنی و اصلا اینطوری نمیشه بازی کرد. واقعا مثلا بخوای فرمون اینطوری اینطوری به چرخونی از این داستان ها. بمیره تا تب بذارمش زیاد. باز به قدری فرمون خیلی صفت میشه. الان ببینید فرمون دست من خیلی صفته، ولی میبینید که چجوری با دارم مثلا اکسام انجام میده این تو داستان ها. اگه میخواین شبیه ساز فوق العاده قوی بگی عین خود ماشین براتون کار کنه، اینو زیادش کنه، ولی خب من اینقدر زیادم اوکی نیستم، چون من اکثر با یک دست میرم واقعا فرمون صفر میشه اینجور مواقع. و الان تو ترمز رو میخیم کنیم، یعنی که ویبرر میزنه این ما جریان اون ویبره. واقعا خب اینطور فرمون صفته. اگه با دو دست میریم به نظر من این کار رو بکنیم چون بهتره، ولی خب با یک دست نمیارزه از نظر من بخواین این کار انجام بدین. الان اینجا نها کنیم، من مثلا واسطان فرمون خیلی صفته، الان شما نمیتونین اینو احساس کنین. بقیه قسمت ها واسه اینه که شما وقتی فرمون رو میچرخونین چقدر لاستیکای ماشین بچرخه، وقتی جام میزنین فرمون چه عکس عملی نشون بده، و آفرود از همه مهمتر ما رو آفرودشه. الان این آفرود من خاموشش کردم. خب این گزینه رو روشن کنم، اگه اشتباه نکنم همین بودش. برم تو خاکی نافین، اینم برم تو خاکی. برام اینطوری دخل فرمون میادش بخواد این همه بازی کنه. بخاطر همین من کامل خاموش میکنم این گزینه رو،
ولی اگه رو عدد کم بذاریم، مثلا از روی الان ما 1.5 گذاشتیمش، بیاریمش مثلا رو 2/10، اینجور عددا خیلی بهتر میشه. و خودم الان رو همین عدد رو میریم دیگه، و حتما فورس من میذارم روی 1 فابریک. و این قسمت ها دیگه چیز خاصی نداره، سیوش میکنیم. قسمت کنترل دیگه هم نداره، یه قسمت دیگه داره که لازمه بدونین، کیلومتر به مایل، مایل به کیلومتر. این قسمت هم خیلی مهمه. شما وقتی که ماشین تو به مایله، هر 60 مایل میشه 100 کیلومتر. و واقعا این محاسبه سخته که شما دارین تو حرکت بخواین اینو حساب کنین. یه گزینه اینجا هستش و اینو از روی دیفولتیه و از روی این بنظر من بذارم شروع متریک، چون الان من بذارم شروع این گزینه سرعتم به مال شد MPH. ولی حالا دوباره همینو بذارم شروع متریک، این قسمت UHD and gameplayه، حواستون باشه سرعت به کیلومتر شد. برای ما که ما ایرانی ها که اکثر ماشین ها اکثر کارمون به کیلومتر رو اصلا چیز به نام مایل دست و بالا اینجور داستان نداریم، حتما حتما این هم بزنیم رو کیلومتر. موضوعی که خیلی ها بهش برخوردن نتونستم پیداش نکردم، چون که نمادی به نام کیلومتر یا مایل داخل تنظیم ها نیستش و یک حروف دیگه با خاطر همین سخت پیدا میشه. ولی خب من به شما گفتم که راحت بتون پیدا کنید، چون چه دیریفتی زدم واقعا این بهترین نوعه. الان من ترمز رو تا نیمه فشار بدم ABS فعال میشه، ولی اگه قرار بود اینو به صورت فابریک باشه، یعنی بعد تو تک فشار میدادم و واقعا صندلی تکون میخورد، باعث میشه مثلا بکنم به دوربین اینجور داستان. ولی الان تا نیمه فشار میدم قشنگ میگیره، به پام هم اصلا مهمتر فشاری نمیادش. خب این باید تنظیمات فورزا هورایزن 5، تنظیماتی که بتونیم بهترین نوع شبیه سازی رو بگیریم. هر جور دوست داشتین خودتون میتونین اینا رو دیگه تنظیم کنین اگه این مدلی دوست نداشتین. و خیلی ممنون که از تا اینجا ویدیو تماشا کردین. اگر از ویدیو ما خوش اومد حتما تو همین چنل ساب کنین، ویدیو لایک کنین، زنگ رو بزنین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.